سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما که بار دیگر به برنامه پرتای نور توجه فرمید. برنامه امروز رو تحت عنوان قضه قربانی قدرت و غرور نژادی خدمتون عرضه کنیم. علت انتخاب این بحث همونطور که مطلع هستید وقایعی است که در دو ماه گذشته حدودا در ماه ژوئیه 2014 اتفاق افتاد و حمله نیروهای اسرائیلی ارتش اسرائیل به غزه بود که خسارات جانی بسیاری را همراه داشته همینطور مقدار زیادی خسارات در ارتباط با شهر ویرانی هایی که در شهر ایجاد شده شهرهایی که در غزه وجود دارد خب فکر کردیم که از آقای بازرگان خواهش کنیم که این موضوع غزه و اسرائیل رو یه مقدار نکات اساسیش رو با هم اینجا به بحث بیاریم و شاید در سال اول این باشد که اصلا چرا این اتفاقات در غزه میفته و یه بکراند یا پیشینه هم در ارتباط با این مسئله بتونیم خدمتون ارزه کنیم بعد سوالات بعدی رو ادامه میدیم آقای بازرگان خیلی متشکر و از اینکه بار دیگر اینجا در خدمت شما هستیم متشکر خواهش میکنم به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی ارز کنم که مشکل غزه یا به طور کلی مشکل فلسطین نه اولین بار بوده و نه آخرین بار خواهد بود البته آرزو میکنیم که آخرین بار باشه ولی قرائن امر نشون میده که ادامه داره این جریانات ریشه تاریخیش البته خیلی طولانی مسئله فلسطین ولی اون چی که مربوط به غزه باشه به با عنوان یه جزی از فلسطین بعد از اولین جنگ بین عرب و اسرائیل در همون 1948 شست و خورده ی سال پیش غزه رو مصر اشغال کرد یه باریکه خیلی کمی هست حدوده ارز کنم 350 کیلومتر مربع بیشتر نیست باریکه یه نوار غزه میگن از 1948 تا 1967, تا 1967 19 سال در اختیار مصر بود جنگ 1967 که اتفاق میفته اسرائیل دامنه متصرفاتش رو گسترش میده غزه رو هم میگیره تا حدود 9 سال قبل 2005 اه، اه، تصمیم میگیرن که بسپرن به خود مردم غزه یعنی حکومت خود مختار فلسطینیا در این نوار غزه حدود 7700 نفر اسرائیلی اونجا بودن البته در مقایسه با جمعیت حدود یه میلیون و نیمی مردم فلسطین در اونجا جمعیتی نبودن ولی اون تعداد رو اسکان میدن 7700 نفر رو به جای دیگه و قرار میشه که مردم غزه خودشون حکومتشون نظیر نظر سازمان ملل یعنی انتخابات آزادی بشه خودشون حکومت خودگردانی رو داشته باشن البته در معاصره اسرائیل یعنی چون یه طرفش که دریای مدیترانه است سر تا سر قسمت دیگرش مقابلش هم اسرائیله و جنوبش هم که یه قسمت رفع هستش خیلی محدود با مصر یعنی عملا اینکه حالا اینجا آزاد باشن و قرار بر این بود که یه کشور آزادی برای خودش بشه ولی در اولین انتخاباتی که در ژانویه 2006 زیر نظر سازمان ملل انجام شد حماس برنده شد با یه رأی بالایی یعنی مردم غزه حماس رو به انتخاب کردند ولی این انتخاب خوشایند امریکا و اسرائیل نبود از اون تاریخ به بعدم نه امریکا و نه اسرائیل پذیرفتن ترجیح میدادن یک به حال دولتی که متمایل به اونها باشه مثل کرانه باختری که به حال همکاری بیشتری دارن محافظ کارترن و متعادلترن معتقد بودن که حماس مقداری تندرو هستش البته خب مردم انتخاب کرده بودن دیگه اگر دموکراسی و رأی مردم اهمیت داره دلیل نیست دیگران خوشایندشون باشه انتخابی مردمی یا نباشه به حال دعواها از اونجا آغاز شده یعنی قرار بر این بود که اینها حکومت خودگردانی داشته باشن ولی انتخاب اون مردم مورد رضایت اسرائیل نبود و بنابراین از اون سالی که قرار شد حکومت مختاری باشه این سومین حمله است که اسرائیل به اون مردم کرده اولینش در واقع همون 2008-2009 بود که 1400 نفر در اون موقع کشته شدن از فلسطینیا که این حکومت ما قبول نداریم باید عوض بشه یه انتخابات دیگه ای بشه دو مرتبه 2012 ظاهرم بود که یه بمباران دیگه ای انجام شد عمدتا مدارس در اون موقع هم آسیب دیدن با بمبای فسفوری و زمان همین آقای نتانیاهو هم بود و حمله اخیر که حدود یک ماه خورده ای هست این سومین حمله ای است از موقعی که حماس به نمایندگی مردم غزه انتخاب شده که اینها قبول ندارن به رسمیت نمیشناسن و این حمله از حملات قبل قربانی بیشتری داشته یعنی تا حالاش که بیشتر بوده تا قبل از این آتش بس 1976 نفر یعنی 2000 نفر کشته بوده که 83 درصدش هم کودکان و زنان و مردانی غیر نظامی ها در واقع بودن حدود ده هزار نفر زخمی هستن این هزار و خورده عملا حالا هم که دو مرتبه بعد از آتش و پیدا کرده این ارقامی که بنده میگم تا چند روز قبله الان که خب آتش بس گذشت حتما رقم ها از این بالاتر رفته حدود نیم میلیون نیم میلیون نفر آواره شدن فرار از این بمباران ها دیگه تخریب خانه ها مساجد اماکن عمومی تاسیسات زیربنایی برق و آب و هر چی که دارن دیگه یعنی هدف در واقع از بین بردن زیست محیط غزه است که اینا فشار رو بیارن به مردم که دست از حمایت حماس بردارن پیش بینی کردن حدود چهار تا 6 میلیارد یعنی بیلیون خسارت به این مردم وارد شده حالا آمار ریزش هم همه هست چندین هزار خونه از بین رفته و نمیدونم یعنی در واقع داغون کردن یه منطقه ای که از پرجمعیت ترین نقاط دنیا است یعنی اونجا که بمباران میشه خب تلفات خیلی بالاست یعنی سومین مکان نظر تراکم یعنی بعد از یعنی نه بعد از این سه تا یکی هنگ کنگ هم سنگاپور و غزه است که اینا بسیار پرتراکمند و این منطقه هم در واقع محاصره است یعنی هم از نظر دریایی اینا حق ندارند از یه حدی جلوتر برن برای ماهیگیریشون یعنی قب... قبلا یه شاه زیادی میرفتن جلو ولی فعلا خیلی محدودن. و نمیتونن هم ارتباط به جایی داشته باشن بنادرشون هم از بین رفته یعنی ارتباطی هم از طریق دریا نمیتونن داشته باشن یه فرودگاهی هم که اون اوائل که اجازه داشتن که به حکومت خود مختاری باشن اون فرودگاه هم در همون اولین حمله از بین رفت و تخریب شد یعنی امکان سفر هوایی هم ندارن یه طرف هم اسرائیل یعنی مردم زندانن البته اسمش هستش یه غزه از حکومت خود مختاره ولی یه زندان تو هوایی بازه یعنی یه میلیون و و هزار نفر نه از راه دریا میتونن با جای ارتباط داشته باشن نه زمین نه هوا و تنها نفسکششون از همین راه های زیر تونلایی که زیر زمین کنده بودن در مصر که خب مصرم هم, قبل از حمله اینا رو خراب کرده بود و در بخبوهای جنگم اعلام کردن که ما 13 تا دیگه یعنی اینا که از هیچ جا راه ندارن مجبور شده بودن یه شبکه یه تونل فقط نفس کشششون در واقع زیر زمینه هیچ امکان دیگه برای دفاع ازشون نبوده همین راکتاشون رو اونجا مثلا مخفی کردن و هم حالا این تونل رو بزنن از یه جا سر در بیارن تو خاک متر اسرائیل به حال مردمی هستن که در زندان قرار دارن این در واقع ماجرایی است که در این نه ساله که قرار بود که اینا حکومت خود مختاری داشته باشن دیگه بعدن در بد شد دیگه اگر نبودن باز این فجایع در اونجا اتفاق نمیافتاد بله این مشکلاتی است که بوده و ادامه هم داره دیگه آتش بس چند روز هم تمام شد حالا دیگه حالا خدا میدونه تا کجا بکشه و تا کی ادامه پیدا بکنه خیلی متشکرم آقای بازرگان خب این الان می‌بینیم یک حکومتی بوده قبول کنیم که دموکراتیک بوده و مردم انتخاب کردن درست خب می‌بینیم اسرائیل و آمریکا هر دو همجوری که شما اشاره کردید مخالفت می‌کنند با این مردمی بودن درست یعنی خودشون رو دموکراتیک میدونن ولی جای دیگه اگه حکومت دموکراتیک انتخاب بشه اونها رو به عنوان حماس رو به عنوان گروه تروریستی میشناسن درست؟ خب حالا اینجا سؤال اینجاست که آیا این رو هم بایستی قبول کرد که اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره باید. به عنوان یک کشور ولی آیا به عنوان حق دفاع از یک کشور اسرائیل میتونه یک همچین حملات خونباری رو به همسایش بکنه به غزه بکنه میخوام ببینیم اینجا اشکال چی هستش که اصلا این مسئله ببینیم شاید برگرد ببینیم مم. که این مسئله دلیلش چی بود که اتفاق افتاد مسلما بله. آخرین نخواهد بود بعد از این هم اتفاق میفته همونجوری که از سال تأسیس اسرائیل 1948 عملا بین اعراب در یک زمانی با اسرائیل و بعد مم. خود فلسطین با اسرائیل همیشه این دعواها جنگ های خیلی طولانی نه ولی نیمه طولانی وجود داشته بله این این دفعه در واقع کشته شدن سه نوجوان اسرائیلی در منطقه هبرون در واقع چیزای از این شهرکایی که خب ساختن اسرائیلیا توسط یک یا مثلا دو سه تا فلسطینی به حال تو جوان ها این اتفاقات میافته دیگه سه تا جوان کشته شدن البته خب اون گروه های راستگرای اسرائیل آمدن و این جوان رو گرفتن و آتیشش زدن سوزوندنش و اون کسان دیگه هم که در ارتباط با این جریان به نظرشون میرسید دستگیر کردن و به شدت اینا رو کتک زدن فیلماش هم هست دیگه حتی یکی از بستگان این جوانی که سوزوندنش دانشجو بوده تو امریکا طبعی امریکا هم هست برای خیشابند دانش رفته بوده اصلا تعجبه که با این کتک اون هنوز زنده مونده یعنی در واقع اگر مسئله فقط اون کشتن اون سه تا جوان اسرائیلی بود که خب دیگه قضیه تمام شد دیگه شما دستگیر کردین گرفتین و کشتین و به حال موضوع تمام شد دیگه یعنی اگر انصاف و عدالت باشه خب این تمام شده دیگه قضیه ولی گفتن نه این در ارتباط با حماس بوده یعنی یه بهانه حماس هم انکار کرده خب از این چیزا انقدر تو جوونا اتفاق میفته که اصلا شیوه ما این نبوده که بیان چهار تا جوان بیان این کارو بکنن حالا اینا که روشن نیست این برای میگن نبودن خیلی هم تو خود اسرائیل هم گفتن که ربطی به حماس نداشته ولی به هر حال یه بهانه ای میشه اون بهانه در واقع شروعش بخاطر به خاطر به اصطلاح زهرچش چشم گرفتن از اینه که کسی دیگه چنین اقدامی نکنه ولی خب همه معتقد هستن که اینا باهانه است مسئله اصلی اتحاد حماس با الفت بود اخیرا که همون موقع اسرائیل اعلام کرد که به شدت تنبیه میکنه یعنی اونا نمیخوان اینها جون بگیرن و اتحادی داشته باشن خب به هر حال حماس و اونا یه گروه تندرو میدونن و نمیخوان که قدرت پیدا بکنه یعنی به همون دلیلی که این هشت ساله نپذیرفتن حماسو و طبیعتا قدرت گرفتن حماس و اتحادش با الفت قابل پذیرش نبوده به خاطر همین گفتن سخت این مردم رو تنبیه خواهیم کرد و تنبیه هم خود ملت هستن که چرا رأی دادید چرا این انتخاب رو کردید مشکل در واقع از اینجا آغاز شده ولی منطقی اگه فکر کنیم اگه به عنوان دید مذهبی نگاه بکنیم به عنوان که یهودیا ها بالاخره تورات دارن یه خب در تورات میگه دندان در برابر دندان چش در برابر چش گوش در برابر گوش یعنی قانون قصاص در تورات برای اولین بار اومده خب آخه چطور ممکنه که برای سه نفر که حالا کیفر هم داده شدن اونها جمعیت عظیمی رو بیش از سی برابر اون سه نفر رو خیلی بیش از اون سه نفر یعنی حالا با سربازایی که اسرائیل بر حال شست و نفر سربازایی که دیگه اونا تو شهر نبودن اونا تو غزه جنگیدن شست و سه نفر هم خب کشته شدن ولی کشته شدن فلسطینی ها بیش از سی برابر مجموع اسرائیله خب این در واقع با عدالت و انصاف هم جور در نمیاد و تخریب یک ملت مقدار بمب هایی که ریخته شده رو روی اون شهر یه جایی میخوندم پونزده هزار تن پونزده هزار تن یعنی به ازای هر یه نفر از اهالی غزه حدود ده کیلو بمب به ازای هر یه نفر سرانه هر یه نفر تعداد اینا رو آمارش هستش حملاتی که بوده تعداد بمبایی که ریخته شده یعنی یه نوع تصویه قومی یک نوع در واقع نسلوشی به دلیل اینکه اینها مخالف ما هستن اینا میخوان نابود بشه اسرائیل حالا باید دید که اگه حالا کسانی حالا فرض رهبران هم باشه یه لفظی ادا کرده باشن یه حرفی زده باشن آیا شما عملا باید این کارو بکنید خب از این شعارا خیلی میدن از این حرفا خیلی ها میزنن مهم اینه که چیکار کردن اونها برای چون اینا رو یه گروه خشن میدونن به خودشون اجازه میدن این کارو بکنن و خب مورد حمایت غرب هم هستن دیگه همه خب میدونیم امریکا حال به عنوانی که اسرائیل حق داره از خودش دفاع بکنه خب کسی نمیگه که کسی حق نداره خودش دفاع بکنه خب اونا که نتونست صدمه ای بزنن دفاع خب این به صلاح سقف امنیتی ضد موشک رو قرار دادن هیچ کدوم از این موشک هایی هم که اهالی غزه فرستادن به جایی نخورده خب آیا حتما با نابود کردن یک مردم این دفاع خب دفاع که به اون صورت انجام شده و تازه به اینا اگه حق حیات بدن حق اینکه خودشون حکومت خودگردانه داشته باشن که دیوانه نیستن که بخوان متعرض یه همسایه نیرومندشون بشن اینا میگن اجازه بدین ما اون ماهیگیریمونو بکنیم در اون محدوده که جلو بخوایم بدیم مرزامونو داشته باشیم فرودگاه داشته باشیم بتونیم با دنیا ارتباط داشته باشیم مبادله بکنیم خواسته هاشون خیلی روشنه اینا رو دادن خود اماس هم اعلام کرده هیچ کدومش جنبه تعرضی نداره که اسرائیل نباشه ما با شما جنگ داریم میگن فضای ما رو امن بکنیم فضای ما در اختیار اسرائیل به راحتی با ارتفاع کم با هوایی نداریم میان هر خونه ایران بخون بمبارون میکنه. هوای ما امن بشه فضامون نمیدونم اجازه رفت و آمد داشته باشیم هویت داشته باشیم پاسپورت داشته باشیم بتونیم بریم خواسته هاشون های کاملا ابتداییه خواسته های بسیار اولی است ولی خب هم امریکام که تصویب شد با تمامی نمایندگان چهار بلیون باز کمک بشه با دنیای غربم اروپا دیگران یعنی عملاً این مردم تنها موندن کشور عربی هم هیچ کدوم مدافعشون نیستن یعنی واقعا خیلی تعجبه چه شرایطی پیش آمده که این مردمی که خواهان اولیه ترین حقوق یک انسانن حالا صرف نظر از اینکه دینشون چیه آینشون چیه چه جور هستن بالاخره انسانن دیگه یک انسان یه حد اقل حقوقی رو باید داشته باشه نمیشه سلب حقوق اولیه انسانی کرد از یه ملتی. این بر حال خلاصش این است که شاید بعد نمیشه آقای وزرگان اشاری هم بکنیم به دموگرافی که خودش عزه بله شما اشاره به جمعیت و مساحتش کردین و ببینیم که این عدودن یعنی مردمش عملا مشغول چه کار هستن شما میگید که خب حرفه ماهیگیریشون که محدوده بله. در اونجا چیکار میکنه آیا احتمالا اینا ممکنه به عنوان نیروهای کار در خود اسرائیل مورد استفاده قرار میگیرن با یک حفاظت هایی ما بله. ببینیم زندگی روزانه تو غزه چجوری هست غزه جوری خیلی کوچیکیه یعنی یه نوار دیگه میگن نوار غزه حدود 40 کیلومتر مثل فاصله تهران تا کرج مثلا ولی ارزش خیلی کمه از 4 5 کیلومتر شروع میشه تا 12 کیلومتر یه باریکه حالا متاسفانه نقشه اینجا نداریم که به بینندگان عزیزم نشون بدیم یه باریکه خیلی که اصلا تو نقشه دیده نمیشه حدود 360 کیلومتر مربع بیشتر مساحت نداره میخوایم تصور بکنیم تقریبا حدود کرج و حومه کرج البته تقریبا نصف اینه ولی با هومش حساب بکنیم قضه یه همچی جاییه با مثلا روستاهای های اطراف کرج جای خیلی کوچیکه ولی جمعیت زیادی داره یه میلیون و هشتصد و هزار نفر اونجا که عرض کردم که در, کنار سنگاپور هنگ کنگ از متراکم ترین نقاط دنیا شهرهای دنیا هستن محدود و بستم هستن در واقع تاسیسات بندری و همه که خراب شده فرودگاهشونم هم که خب بمباران کردن محدود دیگه وقتی که راه دریا بسته باشه راه خشکی بسته باشه فضاشون هم هواشون هم در کنترل اسرائیل باشه اینا فقط رفتن زیر زمین در تونلای های زیر زمینی دارن فعالیت میکنن تعداد جمعیتشون اینا ارز کردم که یه میلیون هشتد بیست تا حدود یه میلیون و تاشون هم در خود اسرائیل زندگی میکنن یعنی در تلاوی و شهرهای دیگه البته به عنوان شهروند درجه دو و سه یک مثلا به صلاح تبعیزایی بین اونا هست مثل بقیه اسرائیلیا نیستن در خیلی جاها نمیتونن مالک بشن مناطق مثلا شرقی اورشلیم و یعنی براخره اینا پیوستن تو اون جامعه دیگه یعنی بخشی از اسرائیلیا بخشی از فلسطینیا جذب خود حکومت اسرائیل شدن اونجا زندگی میکنن مدرسه میرن یک حدود دو میلیون و چار هم که توی کرانه باختری هن اون خب زیر نظر اسرائیله اونجا حالا یه مقداری آرامتره. اون گروهی که اونجا هستن نسبت به حماس بیشتر با اسرائیل همکاری دارن میکنن اسرائیل حضور داره اونجا حدود فکر میکنم 4.5 میلیونم در اردن یا 50 خرده میلیونم فلسطینی تو اردن هستن یعنی اون ارتفاعات گولان در اردن دیگره در, در خود اردن تو خود اردن. نه بله اول که اینا خیلی زیاد بودن فلسطینی ها هم در اردن بودن تا اون سپتامبر سیاه پیش اومد و قتل عام خود فلسطینی ها توسط حکومت اردن خیلی سالهای پیش بود یادتون هستش که بیش از همه خود حکومت اردن اینا رو کشت. برها حدود بیش از ده میلیون فلسطینی ها الان هستن این مجموعشون حساب بکنیم جمعیتشون بیش از اسرائیل هست خب اینا در واقع مملکت اشغال شده ایه های مختلفی که از همون سال 1948 در امدونم لاهه و ژنو و انواع پروتکل ها همه اینها در واقع تصویب کردن که اینها باید به با عنوان یک کشور اشغال شده حقوقشون رایت بشه ولی خب عملا نشده یعنی اینا فاقد اون حقوقی هستن که همه قوانین دنیا براشون مقرر کرده دیگه خب مرتب شهرک سازی هم اسرائیل میکنه تو این قسمت ها در یه جه خوندم که روزی پنجاه تا خونه تحویل داده میشه اتفاقا آقای جانکری اعلام کرد که از موقعی که ما مذاکره کردیم که شهرک سازی ها رو متوقف کنن چارده هزار اینو آقای جانکری تو امریکا اعلام کرد از موقع که مذاکرات شروع شده تا حالا چارده هزار تا اضافه شده خود وزیر مسکن اسرائیل اعلام کرد همین یکی دو ماه پیش بود ظاهرا که 1500 خانه جدید در اون کرانه باختری جزء برنامه این امساله یعنی اینا تمام اینجا که اشغال شده به سرعت همه جا دارن شهرسازی میکنن یعنی اینا خب از نظر قوانین بین قابل پذیرش نیست که آدم یک کشور رو اشغال کنه درست مثل این که امریکا آلمان رو اشغال کرده باشه یا ژاپن رو بخواد بره خونه سازی بکنه برای شهروندان خودش ولی خب این سیر ادامه داشته از اول داشته به سرعت هم الان داره پیش میره به خصوص در حکومت آقای نتانیاهو به هر اینم سرعت بیشتری گرفته در حال نظر جغرافیایی اقلیمی جمعیت یک همچین مردمی هستند در این تنگناها ها که همطور که عرض کردم تو سال قبلی در یه زندان بزرگی یعنی زندانی تو هوای آزاد هستند هیچ جام نمیتونن برن و هیچ ارتباطی هم با جهان آزاد نمیتونن داشته باشن یا باشه بکنم پارسال بود که ترکیه با یه کشتی آمد بله بله. که کمک بکنه به اینها خب بریختن تو اون کشتی هشتون نفر از جوانای های ترک هم کشته شدن اسرائیل اجازه نمیداد نزدیک بشن این از راه دریا هم هیچ کسی حق نداره حالا من نمیدونم کسانی که میخوان کمک رسانی بکنن نه نظرین که خون بدن چیزای دارویی بدن این مردم از چه طریقه یعنی جز از طریق اسرائیل که نمیشه کمک کرد چون مصر هم اون مرز خودش رو با اینها بسته و اگر نگیم سخت‌تر از اسرائیل حداقل همونقدر اینا رو در تنگنا قرار داده خیلی بازرگان خب این آخر خیلی هم مورد قبول جهانی نباید باشه که کلی کنوانسیون های سازمان ملل مطرح میشه و به اجرا در نمیاد و اسرائیل اهمیت نمیده از این به این مسائل و میخوام ببینیم هدفش چیه که اصلا در این مورد هیچ توجه نمیکنه از اون طرف به نسل نصد... یعنی واقعا این حمله اخیر چیزی به غیر از نسل کشی نسم... نمیشه اسمشو گذاشت یعنی واقعا قابل قبول نیست که شما به این صورت غیر نظامیان رو شما مورد حمله قرار بدید به خصوص تو یه مدرسه تو سازمان مدرسه نبید. که بله. زیرا چتر سازمان ملل بوده تعدادی رفتن اونجا پناه بگیرن عمدن با تانکا اونجا رو زدن خب درستان. این نشون میده که یه هدف دیگری داره و این سوال شاید این سوال قبلا هم مطرح شده توسط کسان دیگه که چرا این نمیخواد با این چرا اسرائیل نمیخواد با این گروه مسالمت آمیز زندگی کنه چرا اشکال رو در چی میبینه ببینی خیلی سخته حالا توی یه مقطع خاص آدم قضاوت بکنه جز این که یه پرسپکتیوی داشته باشه از دور این مسائل ببینه وقتی که برمیگردیم به گذشته خب ببینید یه جریان فکری پیش آمد در اروپا اواخر قرن نوزده یعنی فکر تشکیل یک ملت اسرائیلی از اون موقع ها نوز گرفت و حال اینا تو اروپا تحت فشار بودن اون داستان فشارهایی که نازی روی اینها می آوردن یه ملتی که خب پراکنده است در دنیا آرزو و امید این که ما یه جایی داشته باشیم یه سرپناهی داشته باشیم از همون اواخر قرن 19 بود و در واقع یک کمیسیونی یک جمعی تشکیل شد 1897 در واقع به عنوان سهیونی سهیون دنی در واقع همون سرزمین بازگشته به مثلا اون نقطه ابتدایی ما سهیونیزم به همون معناست یکی از متفکرینشون آدم بسیار فعال و با پشتکار تئودور هرتسل خیلی خوندنی هم هست شرح زندگی و مجاهدت ها و همتش برای این کار او خب یک نقش خیلی مهم می داشته جلساتی تشکیل میداد و اولین سمینار بزرگی که تشکیل داد در سوئیس ظاهرا بود که خودش اتریشی بود اتریشی فکر کنم اصلیتش مجارستانی بود حدود 110 سازمان اسرائیلی شرکت کرده بودن استقبال نکردن اول گفتن ما سرنوشتمون اینه که پراکنده باشیم ولی سال بعد ده برابر این شد و گرفت این به سال جنبش 1907 یعنی اوائل قرن بیستم اون به سال بیانیهی که بالفور بود چی بود اسمشون صادر شد برها قرار شد که یه سامانی به یهودیا داده بشه یعنی امپراتوری عثمانی از هم پاشیده شده بود یعنی قدرت جهان اسلام متلاشی شد قبلا یه پارچه بودن دیگه امپراتوری عثمانی بود که تا بخشهایی از اروپا را هم در اختیار داشت دیگه و حتی مثلا اتریش بخشیش در اختیار همون عثمانی بود عثمانی که از هم پاشید تیکه تیکه شد دیگه شد اردن و شد سوریه و شد مصر و شد تیکه تیکه شدن دیگه عربستان و کشورهای دیگه چندین تیکه شد برای فلسطین انگلستان شد قیمش البته همه اینا در واقع برنامه ها و سیاست ها انگلیس بود قدرت بریتانیای کبیر و موقع انگلستان خودش رو قیم فلسطین قرار داد قیمی که حالا من اینجا چون یه تعدادی مسیحی بودن یهودی بودن و اکثریتشون مسلمون بودن یا 90 93 تا 96 درصد مسلمون بودن 99 درصد زمین ها متعلق به مسلمون ها بود ولی به عنوانی که خانه یهود رو در اینجا یعنی یه پایگاهی داشته باشن یهودیانی که آبارن تو دنیا به عنوان تشکیل خانه ملی یهودی هم چیزی در این سرزمین و شروع کردن به خریدن زمین ها در واقع خب چه قیمت های خوب هم می خریدن و اونا هم فلسطینی هم که خبر نداشتن خب یه مقداری از این طریق زمین هایی رو گرفتن زمین های گسترده رو نه مستقیم حتی حسد زیادین تبا طبع تو ایران یکی از دلالای های این واسطه ها بود و زمین هایی رو خب می گرفت و به اون طریق منتقل می کردن. تا سال 1947 که پایان دوره قیمومیت انگلستان بود که تمام می او اعلام که تقسیم کردن یعنی انگلستان اعلام کرد که 54 درصدش مال یهودیا 45 درصدش مال در واقع فلسطینیا که اصلا برای خود اونا شکاور بود و یه درصد هم سازمان ملل و اورشلیم هم تحت کنترل سازمان ملل چون اونجا متعلق هم به مسیحی ها هم یهودیاس و هم مسلمان ها یعنی در واقع دعوا از همون 1947 یعنی حدود میشه 6 سال پیش مثلا نیست 67 سال پیش مثلا از اون موقع یه مرتبه انفجاری شد در دنیای عرب در عالم اسلام که یه سرزمین رو بیش از نصفش رو که قبلا 99 درصد مال خودشون بوده حالا 54 درصد رو دادن به یهودی ها عرب حمله میکنن که اونجا رو بگیرن مصر و اردن اینها و شکست میخورن و سال بعدم اعلام استقلال میکنه اسرائیل و به دولت بسرا قوی تشکیل میدن و دعواها از اون موقع آغاز شده یعنی شروع دعوا رو اگر بگیریم در واقع یک ملتی است که ابتدا بیش از 50 درصد یعنی 50 و درصد جامعه و مملکتش از دست داد ولی کاش که در همون حد مونده بود جنگ ادامه پیدا کرد این 48 بود 1956 باز جنگ بزرگ دیگه اتفاق افتاد جنگ 6 روزه بود دیگه یا تونه کانال سوئز و جمال عبدالناصر و اتفاقا اونها اول موفق شدن هم مصر و سوریه جنگ خیلی اصلا مهمی رو تونستن در برابر اسرائیل که خیلی قدرت داشت ولی خب نهایتا یه مقداری آخرش از دست دادن اونجا گرفته بودن دو مرتبه سال 1967 بود این سومین جنگ بعدش هم 1973 که یوم کیپور یوم کیپور میگن چی میگن یعنی دائما اینا جنگ داشتن 1967 اون 45 درصد جمعیتشون تبدیل به 22 درصد. 54 درصد سرزمین فلسطین شد 22 درصد یعنی اسرائیل گرفت یه بخشای دیگر رو یعنی کمتر از نصف شد اونچه که فلسطینی ها داشتن حالا کاشکی که باز به همون 22 درصد هم مونده بود الان از اون 22 درصد حدود 16 درصدش که کرانه غربی کرانه باختریه که تقمید اسرائیل اونجا حضور داره 6 درصدش فقط غزه است یعنی تمام دعوه ها سر این 6 درصده 6 درصد هم باز آزاد نیستن اختیار خودشون نیست فلسطینی ها یعنی یه سرزمینی که 99 درصد متعلق به اونها بوده الان در یه کمچین باریکه ای قرار گرفتن خب اینا چی کار بکنن یعنی واقعا آدم اگه سفر نظر از دین و آین و ملیت و هرچی یه ملتی در اونجا زندگی کرده این احساس و این نس دارن چی کار میتونن بکنن اینا حاضرن از خدا میخوان که آقا این 6 درصد مال ما دست سر ما بردارین کاری به کار ما نداشته باشین ما رو از محاصره آزاد کنین بذاریم ما هم راه دریایی داشته باشین بذاریم ما هم پرواز بکنیم ما هم بذاریم این بر اونور بریم ما هم بر خودمون دانشگاه داشته باشیم فرودگاه داشته باشیم همین 6 درصد که 99 درصد بوده ولی میگن نه شما تروریستی شما خشنین ما باید از خودمون دفاع کنیم خب اونا دارن در واقع میگن گربه هم اگه بذاریم توی اتاقی در ببندیمش حمله کنیم گربه هم با آدم پنجه میکشه خب این مردم چیکار کنن من نمیخوام بگم که اصلا این کارا درست درست نیست موشک براکنی همه اینا خودمون رو بکشیم بیرون از این تعلقات دینی و مذهبی و ملی یه ملتی که 6 درصد مملکتش براش مونده نه رو زمین نه تو هوا نه تو دریا نمیتونه نفس بکشه زیر زمین داره کار میکنه حالا میگن که از این کشور از اون کشور از ایران از جای دیگه نمیدونم راکت گرفتن چیکار گرفتن خب چرا اونا هم از امریکا میگیرن از جای دیگه میگیرن اینا باید از خودشون دفاع بکنن یا نباید بکنن چرا باید به اینا گفت اینا تروریستن خب شما بپذیرید که اینا نفس بکشن این که من نمیگم خود روشفنگرای اسرائیلی دارن میگن همه اونا که به سرا خارج از قدرتن حرفای خودشون ها. بیش از خود فلسطینی ها مردم آزاده اسرائیل دارن دفاع میکنن که بابا ما چیکار داریم که انقدر به پراپای اینا به قول معروف بپیچیم بذاریم نام حکومت خودشون رو داشته باشن خب وقتی که کار به اینجا کشیده واقعا منصفانه اگه قضاوت کنیم مگه خود اسرائیل سازمان های تروریستی نداشته برای حفظ خودش نگهداری خودش اینا که مسلمه دیگه همه میدونن دیگه هاگانا و گروه های دیگه مثلا سازمان ملل هم این حق رو برای کشورهای اشغال شده قائل شده که خودشون دفاع بکنن مشکل حال شما پرسیدین چیه؟ یه نگاه مختصر تاریخی بکنیم که از کجا آغاز شده این دعوا اون وقت آدم یه مقداری منصفانه تر نگاه میکنه که خب این مردم را چی کار باید بکنن اگه دیگران بودن خود مردم اسرائیل جای اونا بودن تسلیم میشدن رو بالا میکردن میگفتن ما هیچ کار نمیکنیم ما نوکر شماییم چیکار کار واقعا یعنی نظر انسانی چه حقی برای اینا باقی مونده خیلی متشکرم آقای بازرگان این باید این سال مطرحه که هدف اسرائیل حالا حکومت اسرائیل احتمالا مردم اسرائیل هم ممکنه نسبت به این هدف آشنا نباشن آیا این یه هدف حکومت اسرائیل یا هدف زهنستی هست که دارن اینچنین به صورت خونین با مقاومت قضه مقابله میکنن سال بله. ممکنه چیزی هست که نوشته شده جایی هست که اینها باید بهش برسن و دارن در اون جهت پیش میرن مهم نیست دنیا چی میگه متوجه هستین؟ یعنی بله. اینجاست که مسئله است که ببینیم آیا ای هم چیزی وجود داره آیا در دستنوشت های قدیمی وجود داره که بایستی این کار در بمور زمان انجام بشه ببینید دو طرف دو هدف داره فقط و اینجا این اشکال هم هست که اگر اون باشه جایی برای صلح و گفتگو نمیذاره دیگه بله مشکل همینه که اینا نمیتونن گفتگو بکنن برای اینکه یه طرف یعنی اسرائیل از خواسته های خودش کوتاه نمیاد اونام براشون امکان پذیر نیست ببینید اسرائیل خب برنامه رو من مخصوصا قبلی توضیح دادم از کجا آغاز شده در طول این 167 سال وقتی نگاه بکنیم به کجا رسیده حقوقی ملت به عنوان ملت برشون نگاه بکنیم خب اینا در واقع تو زیرزمین تو کانالای به تونلای زیرزمینی فقط دارن نفس میکشن میگن نه خب همه اینا رو از بین ببری اینا چی کار بکنن یعنی این حماس یعنی مردم غزه فکر میکنن که با پرتاب این هاشون البته اولی که بردی هم نداشت حالا یه مقداری کار کردن بردایی بیشتر فکر میکردن که با انداختن اینا تو شهرهای بزرگ اسرائیل ایجاد استراب و ناراحتی میکنن مردم اسرائیل فشار میارن به دولتشون که دولت دست از حمایت از ارتش و به صلاح راست افرادگر بردارن یعنی اونها سیاستشون اینه که با این کار ایزایی ارتش اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن اسرائیل هم دقیقا هدفش همینه که با بمباران مردم به خصوص مردم معمولی آنچنان فشاری روی مردم غزه بیاره که اینا فشار بیارن حماس رو مجبور به پذیرش صلح بکنن یا برن سراغ یه گروه دیگه مثل کرانه باختری که خب حکومت در واقع خیلی محافظه کار دیگه یعنی با اسرائیل داره همکاری میکنه یعنی دو طرف هدفشون فشار آوردن روی ملت طرف مقابله برای اینکه اونا دست از این بردارن اسرائیل که همه میدونن چیزی نیست که بنده بخوام بگم یا کسانی بارها هم اعلام کردن برنامهشون در واقع کل این سرزمین فلسطینه الان یه تیکه مونده شما این نقشه رو نگاه بکنید در این 167, 167 سال هر 7 ده سال ببینید چقدر هی باریک شده باریک شده دیگه یه تیکه مونده که دارن در واقع جون آخر رو نفس آخر رو در واقع دارن میکشن یه عده که تو خود اسرائیل جذب شدن یه عده کرانه باختری که اونجا در اختیار اسرائیل عملا شهرک هم دارن میسازن مونده این یه باریکه کوچیک اونا خب اعلام هم میکنن اون ارتودکساش که برنامه ما از فرات تا کجاست و یه نقشه به صلاح خیلی تاریخی قائل هستن که این سرزمین ها مال ماست که حالا به دست دیگران اومده خب اونها صرف نظر نمی کنن. به خصوص حالا که جناهای افراتی تندرو رو رو کار اومدن اسرائیل هم خب مثل همه کشورها این بالا پایین ها رو رفته الان این گروهی که هستن آقای بنت آقای نتانیاهو نمی نمیدونم لیبرمن بقیه جناهای افراتی و تون رو مثل دوران مثلا احمدی نژاد خودمون اون گروه ها که رو کار بودن خب اینا یه همچه سیاست دارن اینا که نمیتونن کتا بیان برنامه دو... از مدتشون اینه که اینا برشیده بشه بساط ایران وایسادن مردم غزه که حاضر نیستن میگن دیگه به ملتی هم وقتی کارت به اوسه خونش برسه و انقدر تکرار شده باشه این بمباران ها براشون دیگه عادی شده یه ملتی وقتی که از این صدمات ندیده باشه براش خیلی مهم جلوه میکنه ولی یواش یواش ملت ها خو میگیرن دیگه براشون مهم نیست دیگه اتفاقا پیشنهاد اساسی هم با هم مذاکره بکنن ولی لازم مذاکره اینه که خود فکرای اسرائیل به دولتشون دارن میگن که بابا بپذیریم اینا می حکومت بر خودشون داشته باشن سازمان ملل هم کنترل کنه اینا بنادرشون آزاد بشه فرودگاهشون آزاد بشه زیر نظر سازمان ملل که اونجا هیچ اسلحه و مهمتی نیاد اونام تعهد بکنن این تونل‌هاشون رو خبر... خراب بکنن راکت های باقوامندشون رو از بین ببرن بذاریم اینا بر خودشون یه حکومت کوچیکی بسن چیزی نیست که قد... عرض کردم کرج و همه است. این بذار این نام یه واحدی برای خودشون باشن این خواسته خود مردم روشنفکر اسرائیل مردم منصف اسرائیله ولی خب بالاخره هم میشه جنگ قدرت تو دنیا بوده دیگه کارش نمیشه کرد خیلی ممنون <تصفح> بازرگان منطقه رو یه نگاهی بهش بکنیم کشورهای عربی اونچه که و فلسطین رو نگاه کنیم و اسرائیل از 1948 که نگاه میکنیم به این طرف مواضع سیاسی این کشورها تغییر کرده و نگاه کنی میبینیم اون او اوائل ۱۹۴۸ <applause> که استقلال اسرائیل بود تمام کشور عربی مخالفت در حمایت فلسطین قدم برمی‌داشتند. درسته حتی مصر زمان ناصر بود دیگه بله درست اینها کاملا طرفداری از فلسطین می همینطوره بله در این زمان 2014 که هستیم الان میبینیم کشورها در یک حالت سازش با یا اسرائیل با ده. امریکا هستن ام. و فلسطین ممکنه الان اونطور در به اصطلاح بالا برای سیاست اونا وجود نداره از این نظر اینها هیچ نوع کمکی هم بهشون نمیشه اه بله اه درسته 1947 که جنگ شروع شد خب یه پارچه بودن مصر هم میشه خب برادر بزرگ بود دیگه تو کشور عربی عباحت داشت و به حال قدرت اول کشور عربی بود و به خصوص 1967 جمال عبدالناصر دائیه پان را انداخت و یه وحدتی حیجانی در دنیای عرب پدید آورد و به خصوص سال 67 هم خب اول پیروز شد و یک قهرمانی های ارتش مصر کردن خب الان عوض شده صحنه الان در واقع سختگیری که خود مصر نسبت به غزه داره اگه بگیم بیشتر از اسرائیل نباشه کمتر نیست همین یه ماه پیش بود من یادمه که مصر اعلام کرد که تمام این تونلایی که از غزه به سمت مصر زده بودن همه اینا رو از بین برده در 27 جولای یعنی در بهبوهه جنگ اعلام کرد که 13 تا دیگه از این تونلا رو نابود کرده یعنی به جایی که ببینید شاید نمیدونم 90 درصد این هنوار غزه مرزش با اسرائیل اون قسمت جنوب رفح یه قسمتی است که تنها نفسکش غزه با مصر بود که موقعی که یک سالی که بله یک سالی که اون اخوان المسلمین و اینا سر کار بودن این تونل ها رو که زده بودن حالا من نمی تونل کجاها میره باز میشه از اونجا دارو مواد غذایی نمیدونم سیمان برای ساختمانشون یعنی شبکه هایی مثل موریونه که زیر زمینه خب زده بودن نمیدونم تعدادش هم چقدر، ولی خیلی اینا نابود کردن حتی یه گروه از مردم مصر دارو و اینا خواستن در این جنگ برسونن دولت مصر نذاشت تقریبا یه هفته قبل از اینکه این جنگ اتفاق بیفته رئیس سازمان امنیت و اطلاعات مصر با مثلا مدیرانشون رفتن به تلاویب دو سه روز بعد اونا برگشتن به مصر یعنی با هم هماهنگ کردن یعنی این حمله با هماهنگی خود مصر انجام شده و الان شما شما مطبوعات مصر رو بخونید رادیو تلویزیون مصر رو ببینین دارن بشکن میزنن که الان داره مثلا این قضه از بین میره نابود داره میکنن حتی این جنرال عبدالفتاح از سیسی، که خب این کودتا کردن و حکومت دموکراتیک و حالا هر چی بود اون حکومت بالاخره انتخاب مردم بود دیگه تو مصر درست هم خیلی بد عمل کردن و تنگ نظرانه عمل کردن ولی این یه کودتاست که الان تو مصر شده این اصلا زیر سوال برده این گذشته 60 70 ساله مصر رو در رابطه با حمایت از اعراب از فلسطین یعنی اون تزی که عبدالناصر جمال عبدالناصر اعلام کرد که آرمان فلسطین رو ما باید دفاع بکنیم پان عربیزم رو که مطرح کرد الان عبدالسیسی همین جنرال اسیسی میگه اصلا ما بی خودی هزینه رو دادیم ما این همه کشته دادیم برای چی؟ به ما چه ارتباطی داشته؟ ما اصلا اشتباه کردیم یعنی گروهی که الان در مصر داره حکومت میکنه نه تعلق اسلامی و نه تعلق به صلاح ارتباط با کشور دیگه عربی رو نداره اصلا براش مهم نیست حتی ترجیح میده که اینا نباشن یعنی با اسرائیل اون خیلی نزدیکه یک نوع به صلاح پیمانکار دست دوم اسرائیل الان مصر میگه وضع اقتصادی بدی که ما داریم به خاطر همینی که ما درگیر شدیم با اسرائیل و دنبال منافع کشورهای مجاور رفتیم یعنی یک نوع فرافکنی دارن میکنن این مشکلاتی که خودشون دارن این قارت ها این دزدی ها این چپاولا رو به این حساب گذاشتن عربستان هم که حواسش به داعش و نمیدونم به سوریه و این جنگ های فرقه ایه قطر و عربستان و کشورهای دیگه یعنی عرب هیچ کدوم حمایت نکردن حالا تو این قضیه که اتفاق افتاده این سر عرب خب امریکا بر حال حمایت مالی و سیاسی و همه چیزی خب کردن دیگه البته وزارت خارجه آقای کری و اینا بعضی وقتا خب صحبت میکنن ولی خب بر همه میدونیم دیگه این روابط رو کاری هم امریکا نمیتونه بکنه انگلیس هم که خب اونم تحت تاثیر این روابط ملی سازمان ملل هم برن این بر اون بر بیان عملا نقشی بقیه ندارن یعنی دنیا نظارگره داره با خونسردی تماشا میکنه حالا یه جایی یک حمایت حیوانات نمیدونم یه جایی اتفاقی بیفته یه خرسی یه جایی توی گیر افتاده باشه همه دیگه حمایت از حقوق انسان ها همین امریکا چند ماه پیش بود که به اوگاندا بود کجا بود که تهدید کردن به معاصره که چرا قانونی تصویب شده که حقوق هم جنس گرایان داره تضعیف میشه حقوق داره نادیده گرفته میشه و ما در معاصره اقتصادی میذاریم خب وقتی این حساسیت ها هست برای یک اوگاندا که حقوق همجسگرایان چطور نسبت به این مسائل دنیا ساکته نمیخوام بگم امریکا فقط امریکا، اروپا، کشورهای اسلامی همه ساکت و تماشاچی هستن که این جنایت واقعا ننگ برای بشریت یه شرم برای انسانیت که چرا همه سکوت کردن هیچی نمیگن هر مردمی اونا باشند آخه بالاخره باید پیشینشون رو نگاه کنیم یه ملتی که این دوران سخت و گذشته بالاخره یه حداقلی باید بهش حقوقی داد که خودش یه حکومتی داشته باشه خودش اداره بکنه اینکه واقعا جای تعصبی که به کجا رسیدیم تو دنیا چطور فراموش شده همه اینا رو کاغذ این حرفا و قدرت حاکمه یه دارن قربانی میشن مردمی خیلی متشکرم آقای بازرگان تعداد زیادی از یهودیان اونهایی که به اصطلاح مذهب رو خیلی اهمیت بهش میدن اعتقاد دارن که برمیگرده به کتاب خودشون و میگن حتی در قرآن هم تایید شده که این سرزمین رو خداوند هزاران سال قبل به ما داده بله و تاییدی هم که در قرآن هم هست میخوام ببینیم که چه اشاره ای هست در قرآن که اینها اون رو مورد نظر قرار دادن آخه خدا که نمیاد سرزمین رو تقسیم بکنه مثل پدر مادر بگن این ارث تو اون ارث تو سرزمین ها دست به دست میگرده دیگه درست مثل این که ما بگیم که ترکیه مال ما هست کبیر رفت تا لیدی لیدی رو گرفت دیگه لیدی همون ترکیه فعلیه رفت تا مرز با اروپا تنگه داردانل و تنگه بوسفور تا اونجا فتوحات کوروش بعدم در جنوب رفت بابلو گرفت در شرق عالم هم تا هیمالیا و تا نزدیک چین در های اینو مال ماست خب یه مدتی ما بودیم بله چند قرن ما اونجا بودیم اسکندر هم آمد نمیدونم ما رو بیرون کرد یا یونانی ها دعا بکنن که متصرفاتی که مثلا اسکندر داشته مال ماست دنیا اینه که نمیپذیره بنابراین این ادعاها قابل قبول نیست ما خب در اهنامه ترکمانچا و اهنامه گلستان بخش زیادی از مملکت رو دست دادیم همین خب اواخر بود دیگه یا در جنوب خودمون بسیاری از بخش از مملکت ما برحال از دست رفته دیگه چیکار میشه که تو دنیا امروز که پذیرفته شده نیست اون چی که حالا میفرمد که تو قرآن اومده قرآن به یعنی از زبان حضرت موسی نه که خدا داده باشه میگه که حضرت موسی به بنی اسرائیل و بنی اسرائیل تو مصر حکومت زندگی میکردن زیر سلطه فرعون وقتی که خب فرعون غرق میشه از رود نیل میگذرن حضرت موسی میگه که یا قوم ادخل الارض التي كتب الله لكم ای مردم وارد سرزمین مقدسی بشید که خدا بر شما اینجا واجب کرده نمیگه این مال شماست بر اونا میگن که نه اینجا ما نمیایم نفیها قوما جبارین یه مردم خیلی زورگو و مقتدری هست ما مادامی که اینا اونجا وارد نمیشیم پس انت و الهه که تو و خدا برین بجنگین انا ها قاعدون ما اینجا نشستیم اگه پیروز شدین میاد. یعنی این اشاره که حالا گفتین قرآن عرض میکنم قرآن اینجوریه که حضرت موسی میگه که خب اینجا سرزمین پهناوریه یه قوم قلدر چیزی هم هستن تو اونجا شما این گوشه بشینین درست مثل امریکا خب امریکا خالی که نبود هیچ جای کره زمین خالی که نیست حالا ایندیانا که تو امریکا بودن سرخ پوستا خب ممکنه یه منطقه یه جایی که فرض کنید کالیفرنیا مثلا بگیم خب بودن به یه میگم شما برین اونجا بگن نه اینا اونجا هستن خب نه شما برین ای گوشه یه خواستم بهتون حمله کنن دفاع بکنین از خودتون این سرزمین مثلا جای زد میلیون آدم حالا یه میلیون هم نیست <تصفح> یعنی اون چی که تو قرآن اومده حضرت موسا به بنی اسرائیل گفته که تو این منطقه این عرض مقدسه که اونجا یادگار ابراهیم و اسحاق و انبیاء بنی اسرائیله اونجا سرزمینی است که خدا برکت داده شما برید اونجا زندگی کنید از خودتون دفاع کنید نه اینکه بقیه رو بکشید بیرون بکنید یعنی این مالکیت نیست که این مهر شما برای شما امضا کردم در تا ابد این سرزمین مال شماست این و هیچ جای دنیا چنین نیست که خدا به صلاح یه سند منگول داری به کسانی داده باشه که خب اینا دیگه شش مال شماست مردم هر جا که هستن با هم. یعنی در طول تاریخ یهودیان با بقیه زندگی میکردن بهترین دوران یهودیات اتفاقا در دوران حکومت اسلامی آندولوس بود اینا به عالیترین مقامات هم میرسیدن کنار هم بودن علمای یهودی ابن ميمونه، ميمونه، ابن خلدون ابن رشد اندیشمندان فیلسوفان یهودی مسیحی مسلمون کنار هم به خوبی زندگی میکردن حالا تو اسرائیل باید این کار بکنن چرا باید یه گروهی که قدرت داره نپذیره که دیگران حق حیات دارن اگر حالا کسانی گفتن اسرائیل باید از بین بره خب این حرفا زده میشه ولی عملا اسرائیل داره از بین میبره از اون مردمی که همه چیشون دست رفته نمیشه انتظار داشت که همچه حرفای هم نزنن ولی سازمان حماس چنین چیزی نخواسته نمیتونه بگه هم چیزی اونا میگن فقط ما بذارین حق حیات داشته باشیم اون که اصلا نمیتونه تازم بگه شعار که آخر دلیل نمیشه که کسی شعار بده آدم بگه چون این شعار رو داده بذار بکشیمش با. ادعای دیگری هم که هست آقای وازگان این که هست که ما نژاد برتر هستیم بله. و این رو باز قرآن تایید کرده که خیلی یعنی قرآن <تصفح> نمیاد تعویز نجادی داشته باشه در هیچ زمانی ممکنه در یک مقطع زمانی من فکر کنم اشاره به اون آیه است که شما رو در یه مدتی 40 سالی بود فضلنا بله بله اشاره به اون میکنن و این رو ادامهش میدن به قول معروف در همه زمان ها بله اولا قرآن که خب کاری به نژاد و اینا نداره اون آیه معروف سوره حجرات میگه همتون از یه پدر و مادر آفریده شده ای یعنی آدم انا خلقناکم من ذکرن و انسا و کم شعوبا و قبائل لتعارفو شعبه های مختلف شدی اقوام مختلف ملت های متعدد که با هم عرفان پیدا کنید رفت آمد داشته باشید شناخت پیدا کنید ولی بدونید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم نزد خدا هرکی بیشتر سلف کنترل داشته باشه بر نفس خودش خشم و شهوت و آز و حرص و حسد و اینا هرکی بیشتر به خودش مسلط باشه اون پیش خدا عزیزتره اصلا نه ملت نه نژاد نه رنگ اینا که خب محکومه در واقع قرآن دو سه بار البته گفته به بنی اسرائیل میگه که یا بنی اسرائیل نعمت خدا رو به یاد بیارید چرا مثلا دارین راه خلاف و خطا میرین انی فضلتکم علی العالمین من خیلی به شما فضیلت دادم فضل یعنی اضافه بیش از اونچه که یا یه جا میگه لقد اخترناهم علی العالمین شما رو از بین مردم دنیا من اختیار کردم نمیگه برای عبد این چنین ده در واقع میخواد بگه این که در بین شما ابراهیم و اسحاق و یوسف و این همه انبیا اومدن این همه کتاب های دینی کجای دنیا این همه معلم و مربی و این همه توجه بوده یعنی شاید بشه گفت نظر تاریخی قوم بنی اسرائیل اولین قومی رو کره زمینه که یه شریعت داشتن یه کتاب داشتن یعنی وقتی اینا از دست فرعون جات پیدا کردن حضرت موسی یه آیین یه شریعتی یه قوانینی رو گذاشت دنیا در اون دوران مثلا سه چهار هزار سال پیش چنین نبوده پس اینا در واقع میشه گفت که بیش از بقیه مناطق دنیا مورد توجه خدا بودن اتوان چا، سه چهار بار هم میگه به عنوان انتقاد که شما این همه بهتون توجه شده مثل یه پدری که بگن بهترین مدرسه گذاشتیم بهترین کتاب بهترین امکانات تا تو چرا درس نمیخونی قرآن با این زبان میگه که نهایت لطف خدا به شما بوده ولی چرا شکر نعمات او رو نمیگذارید خیلی متشکر آقای بازرگان اگه اجازه بدید دنباله این برنامه رو با نکات دیگری که ممکنه مورد توجه بینندگان عزیز اون باشه در نوبت دیگر اجرا بکنیم چون سوالات دیگری وجود داره الله خواهش می میکنه و تشکر از شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید امیدواریم قسمت دوم برنامه را هم بتونید در نوبت دیگری مشاهده بفرمایید خدا نگهدارش خدا حافظ و نگهدار